خب بینندگان عزیز، از این لحظه در خدمت شما هستم با ادامه برنامه قیام ایران، ویژه قیام‌های گسترده‌ای که در شهرامون داره پیش میره. در اینجا میخوام یک گفتگو انجام بدیم، اما قبل از اینکه سوالات را مطرح کنم و مهمان را معرفی کنید، اجازه بدید بگم که از روز جمعه 24 آبان که قیام شروع شد، سردمداران رژیم از خامنه‌ای گرفته تا روحانی تا بقیه دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم دیوانوار شروع کردند به صحبت علیه مجاهدین و به اونها حمله کردند. چرا؟ مگر قرار نبود و نگفته بودند که بهتره که راجع به مجاهدین هرچه کمتر حرف بزنن؟ پس چرا از صدر تا ذیل رژیم این همه درباره اونها حرف میزنن، حمله میکنن و در واقع تلاش میکنن که اونها رو محکوم کنن؟ حرفشون چیه؟ هدفشون چیه؟ سوالاتیه که در گفتگویی که الان با علیرضا معدنچی داریم تلاش میکنیم به جوابش برسیم. سلام میکنم خدمت شما، خوش آمدید به ویژه برنامه قیام ایران. سلام به شما و تشکر از اینکه چنین افتخاری به من دادید. اجازه بدید که قبل از هر چیز سلام بکنم و درود بفرستم به هموطنان عزیز، قیام آفرینان دلاور و جوانان شورشی در شهرهای سراسر کشور، و به خصوص سلام کنم و درود بفرستم به شهدای پر افتخار این قیام که تا الان بنابر آمارهای رسیده دست کم شمارشون به 200 نفر میرسه. البته گفته میشه که تعداد اونها خیلی بیشتر از اینه. من به خانواده های اونها هم، به خانواده های سرفراز شهیدان هم درود میفرستم و تهنیت میگم به خاطر وجود چنین فرزندان برومندی. در خدمت هستم. خامنه ای و سردمداران رژیم و همینطور دستگاه تبلیغاتی شروع کردن تهاجماتی رو علیه سازمان مجاهدین پیش بردن، چه در حرفاشون، سخنرانیشون، موضع‌گیری‌هاشون. سوالم اینه که بالاخره اینها حرف حسابشون تو این اتهاماتی که میزنن چیه؟ خب حرف حساب که فی الواقع ندارند. واکنش هاشون در واقع ناشی از این کلان ضربه‌ای که خوردن هستش، و خب خودشون میدونن که این کلان ضربه رو از کجا خوردن و این واکنش های ناشی از استیصال و بیچارگی هستش. یکی از اینها که الان من از سیما میشنیدم گفته بود که آخوند انصاری، فکر میکنم آخوند مجید انصاری که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه، گفته بود این مجاهدین 40 ساله که یک لحظه و یک روز دست از دشمنی با ما و تلاش برای سرنگونی نظام بر نداشتن. و این البته مایه افتخار بسیار برای مجاهدین که بله، هیچ روزی هیچ لحظه ای رو بدون این سودا و این آرمان سرنگونی این رژیم و بازگرداندن گوهر آزادی به دست مردم ایران سپری نکردند. حتی در رویا هم رویای آزادی ایران رو و سرنگونی این رژیم رو میدیدن. اما همونطور که عرض کردم، خب آنچه که الان جریان داره، خب خود رژیم میگه که اینها حاصل 40 سال مثلا تلاش مجاهدین هست. اونچه که ما الان در خیابونهای ایران میبینیم تحقق همین اون چیزیست که مجاهدین میگفتن درباره وضعیت این رژیم، درباره فساد و تباهی این رژیم، و خب مردم این رو با پوست و گوشت و استخون خودشون طی این 40 سال تجربه کردند. اما زوز کشیدن علیه مجاهدین و هرزه درایی رو خود مثلا خامنه‌ای کلید زد در همون دومین روز قیام که به صحنه اومد و گفت که اولا قیام کنندگان رو اشرار نامید و گفت که اینها از همین بابت هم مجاهدین رو مورد هتاکی قرار داد، که اینها یعنی مجاهدین دارند مرتبا در فضای مجازی و جاهای دیگر دارن تشویق میکنن، ترغیب میکنن که این شرارت ها انجام بگیره، و گفت که اینها به مراکز، به بانک ها و مراکز دیگر سرکوب میکنن و اینها رو مورد حمله قرار میدن. و همونجا بود که در واقع دستور سرکوب قیام کنندگان رو صادر کرد و گفت که مسئولین کشور هم به وظایفشان به طور جدی عمل کنن. بعد نوبت روحانی بود که روز بعد به صحنه اومد و اون هم با تقدیر و تشکر مشمئز کننده از سپاه و بسیج و وزارت اطلاعات و همه ارگان ها و نهادهای سرکوبگر رژیم، این هم بدون اینکه از مجاهدین اسم ببره، ولی مثلا همون رسم مجاهدین رو مورد حمله قرار داد و علیه همین
آرمان و رسم مجاهدین عقده‌گشایی کرد و از اون مجاهدین به عنوان تروریست‌هایی که در خارج کشور به سر می‌برند و می‌خواهند از این جو سوء استفاده کنند صحبت کرد. همون روز علی لاریجانی رئیس مجلس، پاسدار علی لاریجانی، اون هم در سخنرانی که در ابتدای جلسه علنی مجلس دیروز داشت گفتش که ضمن مجلس‌گویی‌های مشمعز کننده از خامنه ای و گویا که حرفاش هم خطاب به خامنه ای بود، از قول خامنه ای، از قول اعضای مجلس خاطر جمعی داد به خامنه ای که اینها با همگرایی بیشتر مجالی برای آشفته سازی کشور توسط آمریکا و مجاهدین نخواهند داد. اون هم به همین ترتیب از بسا مجاهدین سوز و گداز کرد، البته سعی کرد که بسلا مجاهدین و آمریکا رو در کنار هم قرار بده، تا اینکه از اون به اصطلاح ضرب اینکه رژیم چقدر از مجاهدین وحشت داره کم بکنه به خیال خودش. اینم که خواست به خامنه خاطر جمعی بده به خاطر اینکه خب در مجلس ارتجاع به دلیل همون شوک و تکانی که این قیام وارد کرده بود، خب خیلی در مجلس به اصطلاح این اعضای مجلس ترسیدند و تعدادشون اصلا صحبت از این می‌کردند که یک لایحه دو فوریتی، این باند به اصطلاح اصولگرا در مجلس، باند خامنه ای، از میخواستن یک طرح دو فوریتی رو در مجلس به گردش در بیارن، براش امضاگیری بکنن که این طرح افزایش قیمت بنزین متوقف بشه. از اون طرف هم اون باند به اصطلاح اصلاح طلب موسوم به فراکسیون امید، اونها هم روی دست اینا بلند شده بودن و میخواستن یک طرح سه فوریتی بیارن که با حرف خامنه ای هر دوی اونها در واقع به طور مفتزهانه دیگه این رو مسکوت گذاشتن. بعد از این روحانی و لاریجانی، علی لاریجانی، نوبت نفر سوم مثلا این سران سه قوا بود، رئیسی، که اون هم به صحنه اومد و گفتش که کسان، تهدید کرد قیام کنندگان رو، گفت کسانی که بخواهند بانک ها رو آتش بزنند، به اموال عمومی خسارت وارد کنند، ناامنی ایجاد بکنند، اینها بدانند که مجازات سختی در انتظار اونها خواهد بود و حتما هم کسانی که در خارج نشستند و دارند تحریک میکنند، اشارهش به مجاهدین بود، تصور میکنند که با این تحریکات میتوانند امیال خود را دنبال بکنند. مشکلاتی ممکن است پیش بیاد به خاطر بعضی از همین مسائلی که اتفاق افتاده، اما نظام اسلامی نظام مستحکمی است. اگه نظام مستحکمیه دیگه چرا انقدر ترسیدیم و لرزیدیم و چه دلیل داره که اینطور قسمه‌هایی بخوره؟ حالا از اونها که بیاییم پایین تر، از سران سه قوه اطلاعیه سپاه رو داشتیم که اون هم به همین ترتیب در واقع اومد و خط و نشون کشید برای قیام کنندگان و سپاه پاسداران هم اعضای مختلفش، سرکردگان مختلفش اومدن به صحنه و در اطلاعیه سپاه بود که ما اندلزوم برای همگرایی با سایر ارگان‌های مسئول، یعنی ارگان‌های سرکوبگر، وارد خواهیم شد، اما هنوز به اصطلاح رسماً ورود خودش رو به چیز اعلام نکرده. بعد از اون شاهد بودیم که فرمانده سپاه استان فارس اون به صحنه اومد و گفت که در تحقیقات به عمل آمده از سرکردگان اشرار، اینها وابسته به مجاهدین بودند و مشخص شده است ایجاد ناامنی دائمی در سطح جامعه، وارد آوردن آسیب جانی به مردم، به مردم حاضر در صحنه، و مختل کردن زندگی عادی مردم از اهداف اینها بوده. باز فرمانده انتظامی استان ایلام رو داشتیم که اون هم اومد و از همین سنخ صحبت کرد و گفت که بررسی های ما حاکی از خطدهی سازمان مجاهدین در پس پرده این تحرکات است و اضافه کرد که نهادهای امنیتی و انتظامی کشور اینها رو شناسایی کردند و اینها به سزای اعمال خودشون میرسند. یعنی یک ملغمه‌ای بود از سود و گداز از دست مجاهدین و تهدید برای اینکه همون روحیه نیروهای خودشون رو که به شدت در معرض ریزش قرار گرفتن، اینها رو بخوام با این حرفا بازسازی بکنن. این یک مختصری بود، البته تعداد مثلا این واکنش ها و اینا زیاده، از سخنگوی قوه قضاییه، از سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس که برای دیگه جلوگیری از
اطاله کلام و اینکه وقت رو بیشتر نگیرم از اونها صرف نظر میکنم که همه اونها مثلا حاوی یک همچین محتوایی بود که عرض کردم. بله. خب تصاویر رو با هم ببینیم. من سوالات بعدی رو نگه میدارم تا یک مقدار تصاویر رو ببینیم و بعد برگردیم که من سوال دوم رو مطرح کنم. خواهش می‌کنم. آقای مدنچی، شما به موضع‌گیری های سران رژیم اشاره کردید که انبوه هم بوده، کم نبوده. بله. سوالم اینه که خب در این شرایط خاصی که هست، یعنی منطقه در یک وضعیت حساس به سر میبره، تظاهرات گسترده در عراق، در لبنان، با توجه به تحریم های شدیدی که وجود داره، از یک طرف گران شدن بنزین که خودش مثل جرقه ای به این انبار باروت بود و در این حال خشم فزاینده‌ای که طی این سالها جمع شده در نه. آیا در این شرایط به نفع رژیم و مقامات چه که میان اینطوری مجاهدین رو مطرح میکنن و هر کدومشون یک نکته‌ای در رابطه با مجاهدین میگن، آیا این باعث نمیشه که در واقع محبوبیت اتفاقا مجاهدین نزد مردم بالا بره، مطرح بشن و نقطه قوتشون برجسته بشه؟ خب بحث از این چیزا گذشته و در واقع رژیم از این سوالی که مطرح می‌کنید شما در دی ماه 96 از این عبور کرد. همونجا مثلا یک جناح از رژیم می‌گفتن که ما طی این مدت که سیاست ما، سیاست رژیم یعنی سکوت در مورد مجاهدین بود و در واقع یک توطئه سکوتی رو یا می‌خواستن اعمال بکنن در رابطه با مجاهدین که گویی که انهو مجاهدین حضور ندارن و مطرح ندارن، گفتن که این شکست خورد و ما تاوان سنگینی بابت این پرداختیم، نیروهای خودمون غافل بودن از این قضیه. حتی یکی از این مهره‌های رژیم، یکی که خیلی بیشتر من مشخصا به یکیشون که یکی از همین به اصطلاح سینماچی‌های وابسته به رژیم بود یادم هست، اون میگفتش که ما چه بخوایم چه نخوایم، سازمان مجاهدین سازمان بزرگیه، بزرگترین سازمان اپوزیسیون در جهانه، قدرت چنین و چنان داره و اینها نفوذ دارن در جامعه، ما نمیتونیم با توطئه سکوت و اینکه راجع به اونها حرفی نزنیم صورت مسئله رو پاک بکنیم. دیگه از قیام 96 به بعد این سیاست تغییر کرد، یعنی سیاست رژیم به قول خودش در واقع هشدار دادن نسبت به اصطلاح خطر مجاهدین بود. بعد از این بود که ما شاهد بسیار گسترش و ابعاد عجیب و غریبی از جانب رژیم بودیم در مورد برای شیطانسازی علیه مجاهدین، به خدمت گرفتن به قول خودشون شبکه خبرنگاران دوست، نمیدونم به صحنه آوردن همه بسیار مزدوران آشکار و مخفی خودشون، مزدوران وزارت اطلاعات، به خدمت گرفتن امثال اون اشبیگل و نمیدونم بی بی سی 4 و نمیدونم بخش انگلیسی الجزیره و اینا که اینا با همیشه صرف پول و انرژی خیلی زیادی هم همراه بوده. یعنی اصلا سیاست رژیم چرخید روی این که به اصطلاح هرچه بیشتر بسا این چهره مجاهدین رو
مخدوش بکنن و شیطان سازی بکنن، که میبینیم که این هم الان به نتیجه معکوس انجام میده. یک کاری که الان اینا میکنن وقتی میخوان از مجاهدین اسم ببرن، سعی میکنن که همیشه مجاهدین رو به اصطلاح همراه با چه میدونم ضد انقلاب و نمیدونم بقایای سلطنت و اینها مطرح بکنند. این رو رهبر مقاومت در همین پیام اخیر خودشون به خوبی این ترفند رژیم رو افشا کردند و گفتند که خامنه ای بیهوده تلاش میکند با قرار دادن بقایای شاه در کنار مجاهدین و مقاومت ایران گذشته را، یعنی اون نظام سلطنتی رو، با آینده یعنی مجاهدین در هم آمیزد تا به نفع حال یعنی حاکمیت شیخ تمام بشود، اما هیهات که زمان و عقربه های ساعت به عقب بر نمی گردد. خب بله، رژیم از یک طرف ناچاره که اعتراف بکنه به حضور مجاهدین، به نفوذ مجاهدین، به تا اینکه به اصطلاح دستگاه خودش رو حول این بسیج بکنه، اما سعی میکنه که با این ترفندها به اصطلاح این مانع از به اصطلاح تلالو خط و آرمان و چهره مجاهدین که الان همه مردم به اون میبینیم که چجوری به دنبال این آرمان سرنگونی هستند، این رو مخدوش بکنه به خیال خودش. بله، یعنی در واقع حرف شما اینه که هدفش یا ترفندش اینه که مجاهدین رو مطرح بکنه ولی اونها رو منفی و بله، نقاط ضعفشون رو در واقع برجسته کنه. بله، با شیطان سازی بله، سعی میکنه که چهره مخدوش روی از مجاهدین ارائه بده که این هم یعنی اینو ارجح میدونه به اینکه سکوت کنه و چیزی نگه. بله، نه مثبت نه منفی. بله، بله. خب سوال بعدی اینه که الان تقریبا 4 روز از قیام گذشته. بله، شما این قیام رو در این 4 روز چطور دیدید و چی در رابطه با اون چه ویژگی هایی داره و فکر میکنید چطوری میتونیم اون رو تحلیل کنیم؟ ببینید، اون چه که در این قیام خیلی بارزه، اون پتانسیل بسیار عظیم این قیام هست و اون شتاب و سرعتی که قیام داره. در همون 2 روز اول مثلا این قیام تمام رکوردهای قیام دی ماه 96 رو پشت سر گذاشت و شکست. نه، مثلا ما طی قیام دی ماه 96 فکر میکنم حدود 60 شهید داشتیم، اما در این قیام همین تعداد شهدا از اون فراتر رفت طی 2 روز اول و الان که میبینید که خب خیلی بیشتر شده، صحبت از صدها شهید هست. و در همون 2 روز اول تعداد مراکزی که آتش زده شد توسط قیام کنندگان باز هم خیلی فراتر از کل قیام دی ماه بود. در همون 2 روز اول بنا به گزارش خود سپاه پاسداران و خبرگزاری سپاه پاسداران، بالغ بر 100 شهر در این قیام شرکت داشتند و بیش از 100 نقطه بانک و مراکز سرکوبگر به آتش کشیده شد. در روزهای بعدی این روند تصاعدی طی کرد. مثلا در روز سوم آنچه که به وقوع پیوست بیش از 2 روز گذشته بود و در بعضی از استانها باز این که عرض میکنم از گزارش های خود رژیم هست، 100 بانک در تنها در یک استان به آتش کشیده شد. این هم که اینطور بسیار این بانک ها در آتش خشم مردم می سوزن بی علت نیست، چون که بانک ها یک اهرم غارت و چپاول این رژیم بودند و مردم رو به روزگار سیاه نشوندند و اینطور مردم الان با خشم نسبت به این قضیه واکنش نشون میدن. همینطور نهادهای سرکوبگر، پاسگاه های بسیج، پاسگاه های سپاه پاسداران، اینها مورد تعرض مردم قرار گرفت. یعنی این رادیکالیسم یکی از ویژگی های بارز این قیام بود که اون رو در مداری بالاتر از خیلی بالاتر از قیام دی ماه 96 نشون میده. در قیام دی ماه 96 رژیم خیلی سعی کرد که نیروهای اصلی سرکوبگر خودش رو وارد صحنه نکنه و با همون بسیار نیروی انتظامی و یگانهای ضد شورش مسئله رو حل بکنه، اما اینجا ناچار شد که این نیروهای خودش رو وارد بکنه. اینم خودش یک ویژگی بود. یک ویژگی دیگه این که خود خامنه‌ای ناچار شد که در همون روز دوم قیام به صحنه بیاد
و علیه اون موضع بگیره. تا اونجایی که به خامنه ای مربوط میشد ترجیح میداد که بگذاره که مثلا یه قضیه تو یه جور به نحوی تعیین تکلیف بشه بعد بیاد صحبت بکنه، کما اینکه در قیام دی ماه هم ما دیدیم که 12 روز بعد از قیام، یعنی در تاریخ 19 دی خامنه ای به صحنه اومد. اما اینجا از آنچنان وحشت کرده بود که ناچار شد که به صحنه بیاد. وحشت اولش هم ناشی از شکافهایی بود که در درون خود رژیم به خاطر این ضربه و شوک قیام به رژیم وارد کرد. این شکاف ها وارد شد تو خود مجلس ارتجاع هم همونطور که عرض کردم اصلا یک بلبشویی بود و وحشت زده به این طرف اون طرف میدویدن. الان که اصلا وحشتشون خیلی بیشتر شده. یکی دیگه هم در این قیام پتانسیل و اون انرژی نهفته جامعه ایران، اون انرژی انفجاری برای تغییر این رژیم خیلی بارز شد. این چیزیه که الان حتی ناظران خارجی و خبرگزاری ها هم بهش اذعان میکنن و میگن که به این ترتیب رژیم نمیتونه این قیام رو تمام بکنه و سرکوب بکنه. از اینها که بگذاریم، یک ویژگی دیگر این قیام که مربوط به شرایط اون میشه اینه که همونطور که شما هم در مقدمه اشاره کردید، این قیام در شرایطی است که الان قیام عراق و قیام لبنان هم در جریانه و مضمون هر دو قیام علیه رژیم هست، علیه دخالت ها و نفوذ رژیم در اون کشورها، و شعار اصلی مثلا در عراق رژیم ایران اخراج هستش، در لبنان هم همینطور خواسته اول مردم خلعیت از رژیم در از دخالت در امور داخلی لبنان هستش. خب اینها باعث میشه که این قیام آبان اصلا یک موقعیت و یک جایگاهی پیدا بکنه که ما با قطع و یقین بگیم که این قیام دیگه پایان نمیتونه متوقف بشه، این قیام بر هرگز دیگه جامعه ایران، هم جامعه ایران هم شرایط رژیم هرگز به قبل از قیام بر نمیگرده. یعنی ساعت 24 پنجشنبه یا ساعت 0 روز جمعه یک نقطه عطف و یک سرفصل هست در تاریخ جدید ایران و این در آینده هرچه بیشتر به اثبات خواهد رسید که اصلا سپهر سیاسی و اجتماعی ایران بعد از این طور دیگری رقم خواهد خورد. بله، مجدداً تصاویری رو ببینیم و برمیگردیم با سوالات بیشتر. توی ایران ما تا دلت بخواد ظلم هست، تیرگی هست، فقر هست، بیکاری هست، دروغ هست. اما چه چیزی نیست؟ عدالت اجتماعی، رفاه، احترام به حقوق مردم و در یک کلام زندگی به معنای واقعی نیست. چرا؟ چون دیکتاتور توش حاکمه. اون هم یک دیکتاتوری مذهبی که 40 سال حکومت کرده. نتیجه این که سرکوب و فضای خفقان در چنین جوی بسیار بیشتر، یعنی سیاه‌تره. از طرف دیگه برای ایستادگی در برابر چنین استبدادی نیاز به شجاعت و جسارت بیشتری هم هست. در نتیجه هر قدمی که علیه دیکتاتور برداشته میشه ارزش و جایگاه ویژه‌ای داره. از نوشتن یک شعار روی دیوار تا نصب یک پلاکارد یا بنر و به آتش کشیدن مراکز سرکوب رژیم و نمادهای اون. همه این اقدامات قبل از هر چیز یک پیام برای دیکتاتور داره که میگه ما نه تنها در برابر تو سرخم نمی کنیم و تسلیم نمیشیم، بلکه می ایستیم و می جنگیم و کشورمون رو پس میگیریم. اما پیام دیگه تأثیریه که روی مردم داره، مردمی که با ایمان و باورهاشون به پیشتازان خودشون یعنی کانونهای شورشی نگاه میکنن و فعالیتهای اونا رو دنبال میکنن. کانونهایی که مثل اسمشون با شورش، امید رو شعله‌ور و زنده نگه میدارن. حرفها و نامه یک هموطن به کانونهای شورشی گویای همین تاثیرگذاری و نقش عنصر پیشتازه. ای دختر و ای پسر ایران زمین، توی که در کانونهای شورشی شور و اشتیاق برای خلقت می آفرینی، توی که نمی دانم از کدام نژاد و یا زبان و یا قومی هستی، اما می دانم از نسل شجاعانی، از نسل دلواریان، ستارخان،
باقرخان و میرزا کوچک خان. می دانم که ایمانت آنچنان قوی و خلل ناپذیر است که با توجه به تمام تهدیدها و یا دامها باز هر آن پافشاریت برای مبارزه با دشمنان خلقت قوی تر و پرسلابت تر می شود. می دانم به قول بزرگی مکتبتان را از جوخه های اعدام و سلول های شکنجه به دست آوردید. می دانم که آب دیده و همانند فولاد شده اید. وقتی در سیمای آزادی عمل کردتان را می بینم به زندگی امیدوار می شوم. آخر من یک بیمار سرطانیم. اما این را هم می دانم که بزرگترین و خطرناکترین بیماری سرطان همان رژیم ضد انسانی ولایت فقیه هست که شما با تمام جسم و روح و جانتان برای از بین بردنش کمر همت بستید و تا سرنگونش نکنید از پای نخواهید نشست. فرزندانم، تاریخ ایران پر است از مبارزان راه آزادی خلق ایران، آنها که در گذشته با دیکتاتوری شاه ضد بشر جنگیدند و این پرچم را به دست شما دادند. می دانم پرچم را چون جان شیرینتان حفظ خواهید کرد. شما سمبول و نماد نسل خیش هستید و معلمی برای همه تاریخ و همه نسل ها و همه جهان. ای فرزندانم، دلم می خواهد که نمیرم تا با مژگان به خون نشستم پیش پای شما را جارو کنم و موقع رهایی خلق و آزادی و آوردن پرچمتان به میهن خاک زمین را بروبم. من و ما همه در انتظار روزی هستیم که بیایید و با ارتش آزادی بخشتان میهن را از لوس وجود جرثومگان فساد و تباهی پاک نمایید. به امید موفقیتتان روز شماری می کنیم. اللهم منصر المجاهدین.